د تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو سلام. کابل نن یو ځل بیا د یو خونړی بریټ شاهد و. شاوخوا نه نیم بجې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د شهید سردار محمد داود خان په روختون باندې د سویل کېږي چې شاوخوا شپږو ترهګرو حمله وکړله او بلاخره دوی د دغه روختون مرکزي اپارټمان ته رسیدلي دي او په مرکزي بلاک کې د اوس شمو خبرونه ثبتو هم په جګړه روانه ده. د سویل کېږي چې څلور شپږ تنه بریټ کوونکي دي او ټول په انتحاري وسکټو باندې سنبال دي. د څلورو تنو د وژل کېدو خبرې امنیتي سرچینو تایید کړی ده. دوه تنو د جګړې دوام اوس هم د سردار محمد داود خان روختون په شپږم پوړ کې دا جګړه جریان لري. د دې جزئیات به تاسو له رسنیو نه ډېر ځلې اورېدلي دي خبره. اما اساسي بحث دا ده چې څنګه مخالفین یا هم ترورستان دغه سي د اردو یو دغه سي مهم سیمه مهم ځای چالته پکې ډاکټران دی حالت پکې د اردو اساکر تداوی کیږي دغه ځای ته لاسرسي پیدا کوي. آیا دا ممکنه ده چې بیل دینه چې په داخل کې څوک لدې مسلې سره لاس ولري دغه انتحاریان یا دغه بریټ کوون کې دغه سیاسي نقطې ته ورسیږي؟ بل خو ځخه په دغه بریټ کې د لاسره لرلو مسله ده. طالبانو که څه هم دا مسله رات کړې د خدایش د بریټ په غاړه باندې اخیسته ده. څومره تړاو لري د پاکستان د سند یالت د قلندر په زیارت کې کوم بریټ سمو د مخ کې تر سره شو او بل اخر حکومت خواته روان یو د نظام ضعف بل اخر څومره د برملاکۍ چې په دغه سی یو مهم ځای کې دغه سی بریټ تر سره کیږي او حالت چې د پاکستان د خلکو او د ملت کډرونه دی هغه په ډول بن شهیدان کیږي. لمر سره په بحث کې ډیر قدرمن میلمه کغلی سید نقیب الله هاشمی د کابل د ولایتي شورا غړی را سره بحث کوي. ډیر ښه راغلاست، بسیار خوش آمدید. خواهش می خب شما ایرویده چگونه بررسی میکنید؟ به نام خدا، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بینندگان محترم تلویزیون. شک نیست که سخت مردم عزیز ما نگران هستن. ما خودم داخل ولایت کابل بودیم که حتی ولایت کابل مراجعین جواب دادن در وضعی زی بسته شد در بطن کابل، پایتخت کابل. حالا ما فکر میکنیم که ما حکومت داریم نداریم، ما نیرو امنیتی داریم نداریم، یک وزارت به نام وزارت دفاع ملی داریم نداریم، وزارت داخله، بالاخره ریاست امنیت، هر چیز ما داریم. بدبختی است که مدیریت نداریم. اگر کسی یک شهروند بپرس از رئیس جمهور یا رئیس اجرایه که امروز در شفاخانه سردار محمد داود خان یا 400 بستر در بطن یا پایتخت کابل که در اونجا همه نیروی امنیتی ما وکلاست میریم به هشت دروازه ما رو نمیگذارن، چطور میدونه که انتحاری در اونجا مواد برسانه انفجار بده و تعداد دیگه از این داخل اپارتمان ها طبقه پنجم و ششم و هفتم داخل شود، در حالی که از این نقطه دروازه اولی تا دروازه اخیری که میرسی چندین تلاشی و چندین جایا نیروهای امنیتی همیشه وقتا فراختن تلاشی میکنن. و بس دیگه امی بلاکی که از اونجا مریضا هستن اینا بسیار دور هستن از دروازه، حداقل 10-15 دقیقه پیاده روی داره اون جای. یعنی هیچ عقل سلیم باور نمیکنه تا زمانی که در رده های بالای حکومت کسان نباشن که به ضد حکومت نباشن، هیچ امکان نداره که دشمن تا هو مرز و تا وقت خود برسونه. یا زمینه را برش مساعد میکنن، یا تا اونجا نقل مکان برشون میکنن، نقل میدشان، یا مهماتشون را برشون میرسن. در غیر از او از لحاظ سیاسی بسنجی یا از لحاظ نظامی هیچ امکان نداره که شش نفر ولو که هر قدر ملبس با صلاح باشن نمیتونن در خود بلاک که مریض هستن اونجا برسن. و سرمایه ملی ما که دکترای عزیز بودن و یک شفاخانه که مجسترین شفاخانه بسط افغانستان بوده و هم مربوط به خود وزارت دفاع افغانستان باشه و اونجا زخمی های کسان مجروحین خود وزارت دفاع در اونجا تداوی میشن و بالاخره در اونجا برسن. بالاخره ما چطور حکومت داریم؟ یعنی فکر نمیکنین که بالاخره کل نظام زیر سوال میره با این بحث؟ شما باور به خدا کنین که اون نقطه را چی میکنین که نقطه ساحی دیگه کابل فقط مردم که میدید یک سردگومی بود. مردم در نگرانی بود. تاثیراتشان قدر مندازه که داخل ولایت کابل مراجعین جواب دادن، دروازه را بسته کردن که شما سعی کنین. اگر ما پلان داشته باشیم، اگر ما سیستم داشته باشیم، اگر ما برنامه داشته باشیم، حداقل مرچه ها و خدایم در غم نیستیم. روز چهارشنبه که نیا گفته نگفت سپری نشد، دو چهارشنبه شاهد ازی بودیم که دوازده شش حوزه شش انفجار دادن، چقدر عزیزای ما در اونجا شهید شدن، چقدر مجروح شدن و چقدر حالت دگرگون شد.
عوزه تابال برین حالت از داره ببینیم بچی حالت است. از او یک هفته پیشش دهن ده پارلمان چقدر تعداد عراقی پارلمان چقدر شهید دادیم. یعنی ما افغانا برنی است که گفتم میشه راپورایی است که در 14 ماه گذشته حدود 30,000 انسان در می حملات روستا کشته شده. بس ما اینجاست که شما میگین ممکن نیست که با قدر جنگ افزار و با قدر اسلحه اینا داخل تو یک جای مهم شون. وقتی که ممکن نیست بس میگین که بالاخره ارگانای یا استخبارات منطقه به یک نوع دی نظام و دی همه چیز دست دارن، مردم دارن، جاسوس دارن. بیاین ببینین زمانی که یک جای یک نفر توظیف میشه، صلاحیت به او سپرده میشه، مهاش به او داده میشه، امتیازات به او داده میشه، وظیفه از او چی میباشه؟ امی وظیفه ایش است که حداقل حضور مواظبت کنن. اگر در حقیقت مواظبت کرده نمیتونه، خیلی مسئولیت ادا نکرده. در کدام نشده واقعا یا مشکل در جای دیگه است؟ ببینن یک حاصل قیاس ضعف نیروهای کشفی و استخباراتی ماست. چطور میتونن موتر پر از مواد کنن، بالاخره حرکت بتنوره، بالاخره دمو مسیر دمو نقطه خود برسونن که افت اش در بند تلاشی میگذره، باز دمونجا خود انفجار بتن، به تعقیب از او باستیرای نیروی پیادی از اونا باشه، کنها 4 یا 5 یا 6 نفر در داخل هدف که داخل بلاک می باشه در منزل 6-7 قدم اونجا برسانن. در حال که بعد از این مسیر شما ببینه مسیر یعنی واقعی نمه قدر ضعف هست در این مسیر که ایده 15 دقیقه پیاده روی هست، در اینجا بسیاری ها پوسته ها هستن، اونجا حدود 250 نفر به خاطر حفاظت 400 بستر اونجا گماشته شدن، اساکر دارن، یعنی داخل هم اونجا پوسته ها دارن. چطور ممکن است شما میگین که منطقی را نمیپذیره؟ وقتی که نمیپذیره از کدام را اینا داخل شدن؟ چگونه داخل شدن؟ امیدوار عزیزم که ما هر جایی که ضعف داریم ضعف خود را بپذیریم، تاریخ خود تکرار نکنیم، برنامه باید داشته باشیم برای آینده خود و عبرت و پند از این تاریخی که میگذره ما داشته باشیم، که این تاریخ توصیف میشه واقعات زمان گذشته، عبرت برای آل، برنامه برای آینده. ما 2 سال چند ماه حکومت وحدت ملی گذشت، امیر قضاوت پیش خود کنیم. بعد از این عبرت بر حال آیا در کدام ماهی بوده که ملت عزیز افغان بلخواست پایتخت با خون کشانده نشه؟ بعد از این برنامه ما چی بوده؟ هر بار فقط از ما تسلیت بوده، تقبیه بوده، یا یک روز ماتم اعلان کردن. در غیر از او ما نه تسلیت تکار داریم، نه تقبیه تکار داریم، نه ماتم کار داریم. ملت امنیت کار داره. ملت نمیخواد که هر روز مرچه ها رو قربانی داده برن زیر پامال شده برن. بنان ما اگر حکومت دادیم، ما اون روز با یک وارث شهید گفتگو داشتم، شما باور کنید گفتی یک بار ما را پیش رئیس جمهوری رئیس اجرایی ببر که من خمی درد دل بر بگم. زمانی که با وارثین شهدا، با خانم از او یا با برادر از او یا با پدر از او یا با پسر از او رو بروشه یا با مادر از او، شما درد دلش ایسان میفتی یک بار ما را برای اجرایی ببر یا با سرقمندان علا که حداقل ما به قیمت بریدن انگشت سر خود به شما رای دادیم و حکومت منتخب ساختیم، به شما رای دادیم و شما شعارتان بود که امنیت تامین میشه، دسترخوان پر از نان میشه، زمینی کار براتون مساعد میشه، کدام مشکل شما نمیداشته باشین. مگر امروز کدام نقطه را برای ما شما تانستین که جوابگو باشین؟ دیروز شعار میدادین، کلپایتون است، اسنادای شما سفتیده. امروز آیا گناه ما همیست که ما به شما رای دادیم روز به روز کشته شیم؟ میپذیم او چی میگه؟ یک سوال بسیار خوب داشت، میگفت میپذیم که دشمن قاتل است، جانیست، هر چی که بگوین میکنه، پس در مقابل دشمن چرا شما تدبیر نمیگیرین؟ شما خود یک حکومت هستین، شما خود نیروهای امنیتی دارین، شما خود بخشای سیاسی دارین، وزارتهای مختلف شما دارین، میلیاردها دلار تابالا میشه، خیلی شما چرا امنیت ما رو نمیگیرین؟ چرا مردم روز به روز شما فاصله میگیرین؟ رئیس جمهوری بیا بحث بسیار واضح مطرح میکنه که دشمن و دوست بالاخره تفکیک شده، وقتی که به یک نوع جنگ اعلان میکنه باید تدابیر هم داشته باشن. شما باور کنید این مقطع زمان کشورهای دیگه به نفع خود کار میکنه و افغانستان میدان رقابت های سیاسی دنیا شده، ولو امسایه ما باشه یا کسای دیگه باشه. عملا کشورهای امسایه ما شما ببینین مخالفین افغانستان اکمال میکنه، هم از طریق زمین، هم از طریق اوا، هم تمام رسانه ها اصلا داره اعلام میکنه که اینا اکمال میکنن. روسیه همکاری و کمک جدیست با اونا، ایران مکمل هست، پاکستان مکمل که انتقام کارهای خواهی گرفته میره، در حال که هر لحظه آب ختم میکنه مایی میگیره. بنان مسئولیت ما در قبال افغانستان بالخاصه از رئیس جمهور بالخاصه از نیروهای امنیتی ما چی است؟ ده زیر واسه بشینیم یا پلان برنامه بگیریم؟ تا حالا حداقل تصمیم و پلان برنامه ما نگرفتیم. اینجا کنیم اگر ما پلان داشته باشیم در چند نقطه برتون، رئیس جمهور
اگر مکافات و مجازات تطبیق کنی یقین داشته باشن که به خدا هر ما دماتن بشینیم، هر ما اولاد افغان قربان و شهید نمیشه. عملا شما ببینید کنر جلال آباد ولسوالی از روزانه راکت زده میره پاکستان. بس جدا از همین بحث مکافات و مجازات که شما مطرح کردین، چندین حادثه دیگه از این پیش رخ داده و در دوران حکومت وحدت ملی واقعا مجازات وجود داشته؟ مجازات بوده، همی که فقط یک کمیسیونی را ترتیب دادن برای یک ما مردم عزیز ما را فقط غافل ساختن که سکوت کنه، بعد از اون نتیجه ایت نبوده. ولو این کمیسیون به سطح سقوط ولایات بوده یا به سطح از این که صدها هموطن ما در مرکز کابل به خاک و خون یکسان میشده و جنازه ازا به فامیلا از اونا میرفته، اما کمیسیون ترتیب شده که ردیابی کنن، خو نتیجهش یک نقطه نبوده. نه کسی که در اونجا جان خدا قربان کرده مکافات کردن و نه کسی که در خیانت ملی شریک بوده، حداقل یا غفلت کرده یا ضعفش بوده یا همکاری با دشمن کرده، حداقل مجازات نکرده. پس حکومتی که مکافات و مجازات نباشه، در حقیقت طعم و توقع امید مردم نیست که مردم ماهای آینده یا سالهای آینده یا بهار آینده از او در امن زندگی کنند. نقطه دوم، ایجاد یک سیستم. هر ما انفجار انتحار است. کدام سیستم برای ما نیرومتی گذاشتن که ما حداقل از این بحران بریم، از این حالت فجیع باید بریم، از این ماتم بریم، از این ظلم و ستم باید ما بریم؟ حداقل سیستم نبوده که هر کس در جای میه فقط امو سیستم کنه سابقه پیش میبره، از خود چون به اساس رابطه مقرر شده، به اساس ضوابط نبوده، به اساس مصلحت های شخصی مقرر شده، یا بچه کاکای علی جناب است، یا از قومش است، یا از تیمش است، یا از سمتش است، بالاخره به اساس ضوابط مقرر نشده. اینی چیزایی که ما روز به قربانی میتیم. افراد مسلکی حداقل نبوده، هزارها افسر و جنرال داریم که مسلکی باور به خدا که این دخانه خوش زمینه مساعد زمینه بس مساعد نمیکره. تطبیق قانون در کدام است تطبیق قانون کرده؟ برای زوردارا و مافیا اصلا قانون تطبیق نمیشه. جنابا و بزرگا میره سرک برشان باز است، خط سیر برشان گرفته میشه، مردم غریبی بیچاره جای بجای است. کدام چیز مردم ده... نقطه آخر بل. کدام است همکاری مردم با اینا بوده؟ مردم خروج بر فاصله گیره برم و بهترین همکار از اینا رو که دیروز به اینا رای داد پرسان کو میگم از این حکومت در سر هستم، حکومت بدل من نمیخوره. نه فساد چیت، نه کار زمینی کار به مردم مسئله کرد، نه تامین امنیت دانست. وقتی که ندانست، مردم روز به روز فاصله میگیره، دیوالای آهنین و سیمتی و سیمای خاردار در بین ملت و حکومت قرار داره. پس ملت که مردم با حکومت همکاری نمیکنه چی توقع داره؟ کار میتونه؟ بله، تشکری بحث حکومت است، این چیزی است که مسئولیت حکومت است باید به این مسائل رسیدگی کنه. شما خوب فرمودین. یک بحث جد ای است که واقعا چقدر رابطه داره این انفجار با انفجار که در ایالت سند صورت گرفت؟ یه شک نیست، پاکستان در طول تاریخ ثابت ساخته که برای ما دوست نبوده. مسئله خط دیارن یک جناس، آبهای افغانستان که با پاکستان سرازیر میشه دیگه جناس، همیشه میخواه که غلام مزدور خدا در افغانستان حاکم بسازن. بالاخره افغان هم کسان که تندی نیستن، بالاخره پاکستان تلاش به این میکنه. در طول این چند ساله که افغانستان جای جنگ شده، مرکز جنگ شده، 14 در جنگ افغان ها میسوزن، حداقل پاکستان نمیخواد که حکومت با ثبات داشته باشیم، نمیخواد که حکومت ما قوی داشته باشیم. تماما پلان برنامه پاکستان دستش دخیل است، همسایگی ایران عملا دخیل است، روسیه عملا دخیل است. خب مشخصا به ارتباط حادثه امروز چقدر ممکن است که مسئله در نهادهای استخباراتی بسیار پیچیده طرح شده باشه و بالاخره تو هدف اینا به یک نوع قرار داد؟ دشمن اگر پاکستانی باشه دشمن باشه دشمن ماست، اگر افغانی باشه دشمن باشه دشمن ماست، اگر روسی باشه یا ایرانی باشه دشمن دشمن ماست. من از دشمن گله ندارم، من از حکومت گله دارم، ملت از حکومت گله داره. دشمن دشمن است. دشمن خواهم کار میکنم. یک مثال ساده براتون میتم، خانه یک نفر داره، پدر مادر زندگی میکنه، تعداده یک بار دزمه از ایران، دو بار دزمه، سه بار دزمه، حداقل پلان و برنامه میگیره که چطور بتونم دفع کنم میره. ما افغانستان خانه ماست، افغانستان ببینین کشورهای همسایه است، هر کدامش که دشمن دشمن ماست، حالا روسی باشه، پاکستانی باشه، ایرانی باشه. پس حکومتی که ما موجود داریم به نام حکومت وحدت ملی یا جمهوری اسلامی افغانستان، پس در قبال سیاست خارجی چی کرد؟ در سیاست داخلی چی کرد؟ اگر پاکستان همه روز مرزا را بند کرد، تو کاری کرد، یا در مقابل می که انتقام که دمجه طالبای افغانی بود دمجه کار کرد، در حالی که ما حداقل افغانستان هیچ وقت مخالفت با کشور دیگه نداره، هیچ وقت نمیخواد کشور دیگه مسلمان کشته شود یا انفجار انتحار بتا، بالاخره پاکستان که تمام جنایت خود خاموش بسازه
این سر افغانان مزره بار مسئولیت بالاخره انتقام از این کار میکنن. در حالی که دشمن دشمن است، ملت از دشمن گله نداره، دشمن جانی است، دشمن قاتل است، دشمن زده. این مسئولیت ما را چگونه تدابیر بگیریم؟ تدابیر نمیگیره. سیاست خارجی دیپلماتایی که ما داریم در کشور خارجی، در پاکستان هم داریم، روسیه هم داریم، ایران هم داریم، دیگر کشور هم داریم، در چین هم داریم، بالاخره امی سیاستمدارای ما، امی دیپلماتای ما، امی سفیرای ما کدام کار در قبال منافع ملی اولای کشور اینا کار کردن؟ نکردن. وقتی که نتونستن بعد پس شدن. دوم نقطه در سیاست داخلی، کدام نقطه که هر روز ما انفجار انتحار است، یک تدابیر اساسی را گرفتیم که حداقل در ماه دیگه شاهد ازی باشیم که حداقل که اولاد ازی وطن کشته نشن. یعنی چرا در سطوح بالا وقتی که تو حادثات میشه، چرا در سطوح بالای امنیتی و دفاعی تغییرات نمیاره؟ آیا این جرأت یا این صلاحیت خود رئیس جمهور نداره که تغییرات بیاره، یا بس در دیگه جای است که با یک نوع هماهنگ است با اینا؟ ما یک ده اختلاف خود غرق هستیم، دو به خاطر منافع شخصی غرق هستیم، سه به خاطر منافع اولیای کشور ما کار نمیکنیم. وگرنه چند وزارت سرپرست است؟ همی فعلا 7 یا 8 وزارت سرپرست است. پارلمان رای گرفتن نتونستن، جواب رد گرفتن، تا امروز ببینین اونا به زور وزیر هستن. اونا بیچاره میگن که ما آینده باشیم یا نباشیم کارم درست نمیتونن، صلاحیتون درست ندارن. بنان در بالا جناب رئیس جمهور جمع اجرایه، پلان، برنامه و سیستم اساسی جور نمیکنن و کسر هر کدام شکی دیگر را برطرف کرده نمیتونه، ولی هر قدر خیانت کنه به خاطر نمیتونه که اگر این را برطرف کنه تیم ای خفه میشه، اگر تیم بی را برطرف کنه تیم ای خفه میشه. هر کدامش رابط داری، پست های دولت پیش از پیش فروخته شده و پیش از پیش یک نفر او را سپورت میکنه. باور کن فساد هم یک مشکل جدی، شما باور کن فساد نه چی میگن برتون رابط است. شما خرطرین یک چپراستی را از یک جا دور کنید که ببین که بی سرادش تا اجرام یا رئیس جمهوری میرسه. حکومت در تغییر تبدیل یک بست 6 در بست 5 در یک افسر بسیار عادی، در یک قماندان توله و بلوک، وقتی که بالا تماس داشته باشه و ارتباط بگیره، چی فکر میکنه از حکومت که های همون انفجار نمیشه؟ اگر حکومتی که قانون دهش حاکم بود، هر کس وظیفه را به اصل صورت انجام داد، لبای گفتن تقدیرش کردن حکومت پیش، اما هر کسی که باشه ولو بچی رئیس جمهور باشه کار خوب نکرد مجازات شد، اونجا میتونه ما شما جلو هم چه کار را یک بحث جدی است که آیا امی در ارگانای امنیتی و دفاعی ما که چوکی هاست به یک نوع ریپورت ها هست و شکایت ازی است که به یک نوع اینا فروخته میشه، این چوکی ها با پول فروخته میشه، وقتی که با پول فروخته شد چطور ما توقع کار داشته باشیم؟ از دو رابطه، یک موضوع فساد است، دو موضوع رابطه هاست. در فساد حاصل کیاس برتون معلوم است، یک سربازه غریب و بیچاره که یا افسر بیچاره که در خط اول جنگ 3 سال 4 سال 5 سال در اونجا مسئولیت ادا کرده جنگیده، بازم در اونجا تبدیلش نمیتونه، اما یک کس دیگه که واسطه داره، روابط داره، یا پول پیسه داره، در مرکز است، در جای هم 1000 دفعه پوسته سقوط کنه، 1000 دفعه یوزه سقوط کنه، حداقل یک کس برطرف کردن نمیتونه. بنان هم چه حکومته که هم فساد باشه و هم روابط، باشه، در حبت مردم از این تمه توقع ندار کردن. چه آل ما یک پیشنهاد داریم، پیشنهاد به وقت پیشنهاد میایم، اما بحث اینجاست که آل یک بدنامی نیست به اردوی افغانستان، به نظام افغانستان. بیاین که من سخت به اردوی عزیز، به پلیس عزیز، به امنیت عزیز باورمند هستم. یقینا یا کسان فرزندان کسایی هستن که لقب انگلیس شکن و لقب دوست شکن داشتن، ما سخت به مردم افغانستان. البته شما به سطح اساکرش هم اساکر بالکل برش باور دارم که قربانی میته، سنگرش گرفتن نمیتونن، میره دفاع میکنن. امروز هم امیر قربانی داره، افسوس دارم، افسوس افسوس به حال ازی بزرگایی که در بالا نشستن، ماشای گزافه میگیرن، خانه را در ترکیه و دبی و کشورهای دیگه خریدن، به خاطر منافع ولایت کشور کار نمیکنن. یک سیستم پلان جور را میکنن که حداقل همینجا افغانستان از این حالت بره. از شخصیت های بسیار محبوب، دوست داشتنی، کارکان، مجرب دسته های بالا هست کم. شما بله دسته وزارت ها ببینین در وزارت خانه شخصیت هایی دارین که واقعا کار میکنن، والا مردم راضی است، بودجه را مکمل مصرف کرده، والیا را شما ببینین، قماندان های امنیه را شما ببینین داریم، اما بسیار کم، به سطح بسیار زیاد است که به اساس روابط آمده، به اساس فساد آمده، حداقل کار نیست. هر کس که در یک جای میره در فکر از این واللهی که باشه که ما حداقل بتانم وطنم آرام کنم، فساد دور کنم، صلح و ثبات وطن خود حاکم بسازم، هر کس که رفته از کدام دریچه چطور من پیسه پیدا کنم، چطور پول پیدا کنم، این موقتی است برای من نمیمانه، آینده خود فکر نمیکنه که تاریخم سیاه می باشه یا سفید می باشه، فقط به خاطر منافع شخصی کار کنه، منافع اولیای کشور را کنار بگذاره، امیالت سر ما مشوره برای رئیس جمهور، تا زمانی که به ملت رجوع نکنین،
ملت با شما امکار نشه، ملت دردش دوا نکنی، به او کسی که اولادش یتیم شده، بچی یتیم شده، شوهرش یتیم شده، اونا را شما نظر از اونا را نگیرین، مطابق نظر از او پلان جور نکن، شما کمک شده را میتونین. تا زمانی که با آرای امی بیچاره مردمی که دیروز غریب برات رای داده بیرو جور نکنی، خب کامیاب میشه. حالا به نظر کی پلان جور میشه؟ یعنی به ملت اگه مراجعه نمیشه خیلی به نظر کی پلان ببینیم؟ پلان حداقل در نقاط بالایی قسم جور میکنه که ما نداریم پلان، اصلا سیستم ما نداریم. ببینین ولسوالی سقوط میکنه، دو روز سه روز چهار روز تماما مهمات و لوازم و وسایط کلگی حمل و نقل میشه دشمن میبره، سه روز بعد باز پس ما اونا رو میگیریم. بیا پیش از اینکه سقوط میکنه چرا وقایع نمیکنیم؟ چرا می نیرو رو پیش از پیش سوار نمیکنیم؟ چرا تجهیزات پیش از پیش سوار میکنیم؟ نقطه های دیگه است که حداقل یک ماه مواصله میمونن. چک میزنه که من مهمات برام ندارم، حداقل مهمات برش رسیده نمیشه. چک میزنه که زخمی ما مونده طیاره برام نرم که طیاره برام نرم که بنان رئیس جمهور پیشنهاد ما است تا یک سیستم اساسی جور نشه کار به ارش رئیس رئی جمهور دین روز در پارلمان گفت که دو نیم سال که گذشت ما به حکومت سازی در به پروگرام و برنامه حکومت سازی رو مصروف بودیم و این کار کردیم تا حد. من فکر میکنم که اصلا پلان برنامه وجود من فکر کنم که حداقل چند وقت بعد میادم پوره شد، پنج سال تکمیل شد، بازم باید که در پلان سازی نست. پلان وقت ما میگیم که ساختن که نتیجه داشته باشه، ریزلت داشته باشه. اگر ما نتیجه نداشته باشیم، تامین امنیت نداشته باشیم، فساد محو شده نتونه یا از بین نره یا کاهش پیدا نکنه، زمینه کار به مردم مساعد نکنیم، قیده که کدام نقطه پلان داریم ما؟ پلان که باشه پلان خود نتیجه میده، اما پلانی که نتیجه نده او پلان است. امی که نتیجه کارش نمیده ما اعتراض میکنیم که پلان اینو نداره، اما زمانی که پلان داشته باشه واقعا شایسته پلان بگیرن، برنامه اساسی بگیرن، کار به اهلش بسپارن، ما یقین داریم که امی حالت دگرگون میشه و نسبی حالت امن ما میگیریم. اما پلان ندارن، پلان درست اگر داشته باشن از مشکلات ما میپریم. خب با باعث وزی امی مسائلی که مربوط ارگانه امنیتی و دفاعی کشور میشه چقدر مهم است که در اینا تغییرات مثبتی را ایجاد بکنن، با اگنه به اونمو بحث مکافات مجازات که شما کردیم او را به میان بیاره و در عمل اجرا بکنن. شکی نیست که چند روز پیش به سطح قماندان های امنیه رئیس اعتقاد تغییرات نسبی را رئیس جمهور آورد که از او استقبال با میکنیم. امیدوار هستم که همچو تغییرات اگر بیارن این شایسته سالاری ببینن، شایسته فقط یک هفته میشه، شایسته سالاری را در نظر بگیرن، ببینن که کی در کجا معصر است، شخصیت سعی کنن، تجربه کاریش سعی کنن، صداقت به وطنش سعی کنن، بعد از او بدانن که می آدم واقعا شایسته است، دیدن که واقعا صادقانه کار میکنه، اونا را تقویه کنن و تقدیر کنن. اما بدبختی ده این است که 4 سال 5 سال 6 سال یک نفر در یک جا است، در حالی که اونجا آسیب ما دیده میریم، کسی نیست که اونا را تغییر کنن. امیدوار هستم که یک تغییرات در روش و در اقبال نظر به امو قرارداد امنیتی که ما با ایالات متحده امریکا داریم، او قرارداد چقدر مهم است که باید همو به مو قسمی که در قرارداد آمده یا حداقل اونا مسئولیت دارن در قبال امنیت افغانستان با امریکا هم یک صحبت شوه، یک مسئله مطرح شوه. یعنی حالا جالبی است که این 400 بستر که است دور برش سفارت امریکا است و طرف کمپ امریکایی هاست و اونا هم وجود داره، ده تو یک نقطه انفجار صورت میگیره و این تو یک حادثه صورت میگیره، اما عکس العمل امریکا هیچ است. ببینین ای کاش همو تعهده که توافقنامه که با امریکا کرد، پیمان استراتژی که بسته کرد، با آرای ملت رجوع میکرد، بعد از توافقنامه بسته میکرد. امروز که حکومت وحدت ملی مراسم تعلیف به جای آورد، عجولانه فردا به خاطر که خطا نخوره پیمان استراتژی امنیتی امضا کرد. در پیمان استراتژی امنیتی چیز ما میتیم، چیز میگیریم. وقتی که 9 پایگاه براز ما دادیم، 4 پایگاه بسیار بزرگ، 5 پایگاه بزرگ و 4 فرعی، حداقل کدام استفاده را ما کردیم از اینا؟ ما اکثر اوقات از فرصت استفاده کردیم. یعنی اونا مسئولیت شخصی یا نیست؟ مسئولیت وقتی که یک توافقنامه امضا میشه و بالاخره پیمان استراتژی و امنیتی امضا میشه، از ما تنها در تجهیز و تمویل نیست. ما سیاستمدار نیستیم، سیاستمدار کارکشته نداریم، سیاستمدار نبوده که حداقل به خاطر منافع اولیای کشور کار کنه، اگر بوده بسیار ضعیف. در هر جایی که مجالس میشه اگر سیاستمدار قیوم اومده اونجا ارسال کنیم، سیاستمدار خارجی خوده مجلس به نفع خود میچرخه، منافع اولیای کشور خود میچرخونه. مگر بدبختی که ما در اونجا رفتیم فقط سیلبین بودیم، اونجا پلان ما نداشتیم، اونجا پیشنهادات ما در قبال منافع اولیای کشور ما نداشتیم. مثال پاکستان امروزی، پاکستان امروزی هیچ کدام پایگاهی به امریکا نداده، مگر سالانه چند میلیارد دلار از امریکا برش میگیره برش میاد. ما که 9
پایگاه بر از اون دادیم نیم پیسی پاکستان که برش میده برمانه میگیریم. این سیاست کم ماست. دوم نقطه دمی مقتی اساس از جامعه جهانی چی ما استفاده کردیم؟ در طول امادت که با ما بودن ما چی استفاده کردیم؟ کدام فابریکی بزرگ برای ما ساختن؟ کدام معدن استخراج کردن؟ کدام نقطه مغازه شدن؟ در حالی که افتخار به نیروی افغان خود میکنیم که اونا پاتادندان مسلح بودن، امی حالت بود، اما بعد از اینکه انتقال قدرت شد به نیروی امنیتی ما سپرده شد، امیال بود دفاع ماست. مگر ما نه در سیاست داخلی بزرگای ما پایین نه نه سیاست داخلی استفاده از این کردن میتونیم، نه در سیاست خارجی که با کشور دیگه استفاده نمیتونیم. تشکر اش میسپ در بس ما بریم. بسیار تشکر، بخیر باشین. تشکر شما قدرمن اولیدون کو استاسون ملتی مننه که بحث مو پای تا ورسید. تربیه مال عمل شو.